در دو روز گذشته جوانان بلوچ در بسیاری از شهرها از جمله زاهدان، چابهار، سراوان، دشیاری و سایر شهرها سالگرد جمعه خونین زاهدان را به خیزش سراسری علیه رژیم و الگویی برای استمرار قیام در سراسر ایران تبدیل کردند. علت موفقیت هموطنان بلوچ در استمرار قیام به مدت یک سال چیه؟ تأثیر قیام بلوچستان بر جنبش سراسری مردم ایران و همچنین علت شکست توطئه های رژیم برای مهار قیام چیه؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد. آقای پاکنژاد با سلام و خوش آمد به شما. ابتدا می‌خواستیم ارزیابیتون رو از قیام مردم بلوچستان بشنویم و اینکه در دو روز گذشته در زاهدان و سایر شهرهای بلوچستان چه گذشت؟ با درود خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. تو این دو روز همونطوری که خودتون هم گفتید مردم بلوچستان خیلی پرشورتر و آماده تر از قبل به میدون اومدن، نشون دادن که این جنایت جمعه خونین زاهدان در سال گذشته رو نه فراموش کردن و نه بخشیدن. تو شعاراشون هم پیدا بود. تظاهرات راهپیمایی طبیعتاً در شروع کار همراه با شعارهای انقلابی بود که آغاز شد و وقتی نیروهای سرکوبگر حمله کردن اعتراضات مردم اوج گرفت که جاده‌ها رو بستن، خیابونا رو بستن، به مقابله با سپاه و بسیج و اینا ادامه دادن. نیروهای رژیم طبق معمول و اون روش‌های معمولی که دارن تیراندازی کردن، گاز اشک‌آور زدن، به این چیزا متوسل شدن، تعدادی رو زخمی کردن، تعدادی رو دستگیر کردن، اما اینا همش مانع ادامه اعتراضات هم نشد و به طور واقعی میدان در همه این شهرها دست همین شهرهایی که اسم بردید تا مدتی دست جوانان بلوچ بود که به طور قطع میتونه همونطوری هم که خودتون گفتید باز با الگویی برای سایر شهرها در این عرصه آتش و قیام تبدیل بشه. معمولاً اعتصاب هم بوده، اعتصاب کسبه و بازاریان هم بود که معمولاً به دلیل خصلت استثنایی که داره در این شهرها یه الگو هست که باید با این مفهوم گسترش پیدا بکنه. به نظر من اعتصاب عمومی و سراسری وقتی ازش صحبت میکنیم، اعتصاب عمومی و سراسری مثلا بازار، معمولاً برای فلج کردن اقتصاد حکومتی صورت میگیره، به صورت کلاسیک البته، فرمانی راه حل اون اگر چیز داشته باشه به این شکله. اما الان این اعتصابات تو این شهرها در خدمت قیام مردمه، به این معنی که اعتصاب کننده ها نمیرن تو خونه بشینن، بلکه از فرصت استفاده میکنن، به خیابونا میان و قیام و اوج بیشتری میدن. این تفاوتش. دیشب هم یعنی شنبه شب هم قیام ادامه پیدا کرد در زاهدان، اونم با شعار مرگ بر خامنه ای، این خودش چیز در بود، جلوتر انداخته بود که جوانان باز جاده رو بستن و لاستیک رو آتیش زدن که جلوی مامورا رو بگیرن و تا پاسی از شب هم این اعتراضات ادامه داشت. بله آیا پاکنژاد، شما به همین اعتراضات اشاره کردین، حالا ما شاهد بودیم که همزمان با این تظاهرات تو زاهدان و سایر شهرها بیش از 100 رشته عملیات کانون‌های شورشی هم در حمایت از قیام مردم بلوچستان بودش. حالا پیام این حمایت و همبستگی که تو سراسر ایران صورت گرفته چی هستش؟ به طور قطع این عملیات متحورانه کانون‌های شورشی که در چارچوب یک استراتژی مبارزاتی تو این شرایط، تو این شرایط حساس داره صورت میگیره، از یه طرف تأثیر خودشو در پیشبرد این خط پیشرفت و گسترش در همه جوانب نشون میده و از طرف دیگه جبران اثر انگشت این نوع عملیات در تمامی حرکات رادیکالی که در میدان صورت میگیره در هر نقطه ایران که میخواد باشه، حالا به طور خاص در بلوچستان، این رو میشه دید، چون یک روش منحصر به فرده و قاطعانه داره راه خودش رو طی میکنه و حرکتی که با این خصلت و نشانه ها به اصطلاح باشه، وجود داشته باشه، بی تردید تحت تاثیر همین رشته عملیات کانون‌های شورشی قرار میگیره. الان ما با یه وضعیتی روبرو هستیم که علی‌رغم شرایط اختناق همه جانبه ای که هست، این خط و مش پیشرفت کرده، اطلاع پیدا کرده و با توجه به ابعادش که همونطور که گفتید بیش از 90 رشته عملیات بوده،
بله، بیش از 100 رشته الان شده. بله، بیش از 100 رشته بله. عملیات بوده، اونم تو مقطع تظاهرات مردم بلوچستان، و برای حمایت از اونها خودش اثبات میکنه، خودش اثبات کرده و که مورد استقبال عمومی قرار گرفته با این وسعت وقتی هست، اونم در یک مقطع کوتاه و به خاطر یه هدف خاص، یه حمایت از مبارزات مردم بلوچستان، خب طبیعیه که استقبال عمومی پیدا کرده، خودش نشون میده. چون این رشته عملیات در داخل ایرانه، توسط جوانان انقلابی انجام میشه، اونم به صورت منظم و با حساب و کتاب. یعنی چون اینجوری انجام میشه، طبیعیه که جذب بیشتر هم داشته باشه و حمایت عمومی بیشتری هم داشته باشه. بنابراین همونطور که در پیوند دائمی با قیام هستن و قیام رو زنده نگه میدارن، مردم بلوچستان در نهایت نشون میدن که با دادن هزینه از جان و همه چیز خودشون، این راه حلای بیفایدهی که از این ور اون ور گفته میشه و سرانجامی هم به جز حفظ نظام نداره رو خونسا میکنن. بله آی پندنجا، شما یه اشاره هم کردیم به جو خفقان سراسر کشور. حالا اگه برگردیم به خود زاهدان، ما شاهد بودیم که رژیم یه تدابیر شدید امنیتی قبل و حین برپایی سالگرد جمعه خونین اتخاذ کرده بود تو زاهدان تا مانع خلاصه برپایی این قیام بشه تو بلوچستان. چرا موفق نشد؟ علاوه بر این، واکنش های رژیم در روزهای اخیر رو هم شما چطور در این رابطه تفسیر میکنید؟ این اون چیزی که ما داریم میبینیم در زاهدان و شهرهای دیگه بلوچستان، این نشون میده که یه چیزی تغییر کرده. بله. هم در روحیه جوانان و مردم این شهرها، و همین که فهمیدن که با اراده و پرداخت هزینه باید کارشون رو پیش ببرن، خواسته هاشون رو با سرنگونی این رژیم به دست میارن. این یه اعتقادی، یعنی این چیزی که در عمل بهش رسیدن. یه بقیه شعارها و این چیزایی که عرض کردم خدمتتون، اونا فایده نداره براشون، اونا هم کنار گذاشتن. این خیلی مهمه و اینم هم باید همه گیر بشه، که اگه همه گیر بشه، یعنی شجاعت و اراده و ایمان و یقین و اینا جای تردید و دودلی و زمزمه های بی‌هزینگی و تسلیم و این چیزا که از خیلی جاها سعی میشه به جوانان تلقین بکنن، اینا جلوشون میگیره. و اگر اینجوری بشه، حتما به سراسر ایران میکشه و کار این رژیم بر همیشه تموم میشه. یعنی این ما داریم در رابطه با اعتراضات مردم بلوچستان میبینیم که دارن الگو میشن. علت این که جوانان بلوچ در برابر گلوله پاسداران باز هم مقاومت میکنن، ادامه میدن و حتی به مزدوران مسلح تهاجم نظام این تهاجم هم میکنن، از همین جاست. یعنی رژیم در مقابل این اراده به شدت ضعیفه، سرکوب میکنه، به تیر میبنده، ولی نتیجه دلخواشو نمیگیره. یعنی تنها راه مقابله با مردم که اون تیغ سرکوب باشه، این الان کند شده و این رژیم رو به وحشت میندازه. علت تداومش و موفقیت جوانان بلوچ همینه. طبق معمول البته رژیم، طبق معمول همیشگیش، وقتی یه جایی به بنبست میرسه، در تبلیغاتش همه این حرکات رو به مجاهدین خلق نسبت میده و تلاش میکنه بگه که اتفاقی نیفتاده، چیزی نشده، آرامش در این شهرها برقراره. البته خب تو هفته بعد یا روزهای آینده که باز کابوس سرنگونی رو باهاش روبرو میشه. بله، شما گفتین که جوانان بلوچ دارن الگو میشن. حالا عوامل اصلی این پیروزی جوانان و مردم بلوچ و همینطور استمرار قیام تو زاهدان به رغم همین کشتار وحشیانه که انجام میدن چی هستش؟ ببینید، در این مورد باید به صحنه نگاه کرد. اون چیزی که پیش روی ما هست در زاهدان باید به اون نگاه کرد. اون چیزی که میبینیم اینه که یک مرزبندی مشخص و محکم بین عمل انقلابی جوانان، کاری که انجام میدن، با راه حلایی مثل بازگشت سلطنت و خودداری از مقابله با سرکوب نظام و نشستن و منتظر گذر زمان بودن و تسلیم در برابر زور و اینا، اینجور چیزا وجود داره و هر روز خودشو محکمتر نشون میده. یعنی اینا باش مرزبندی قاطع میکنن. قیام کنندگان بلوچ همه این چیزا رو، این گونه سفارشات رو رد میکنن، ترد میکنن. این در شعارشون پیداست و ما همه داریم میبینیم و دارن به این شکل پیش میرن. و در بین همه شعارها هم همونطوری که میدونید، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه،
چه رهبر این از برجستگی خاصی برخورداره که اونا رو و راهشون رو روشن میکنه، که البته طبیعی هم هست، یعنی میتونه غیر از این باشه. مردم بلوچستان به طور مشخص به خاطر زخمای عمیقی که بر بدن دارن از این دو نظام شاه و شیخ، این بار دارن نشون میدن که، یعنی از پارسال تا حالا نشون دادن که دیگه گول نمیخورن، یعنی نه تطمیم میشن نه گول میخورن. مبارزشون رو با قیام سراسری پیوند خیلی محکمی دادن، ناگسستنی دادن و دیدن که در سراسر ایران هم هدف مشترکه و با هم هستن همه و برای هم جون فدا میکنن. منظورم این شعاری که میدادن، جانم فدای کردستان، جانم فدای سیستان، جانم فدای یا از تهران تا زاهدان، جانم فدای ایران، اینا همه نشون میده که اینا چه پیوندی دارن، که اینو ما در شعارها کاملا میبینیم و پیوند بسیار عمیقیه. از اینا گذشته میبینیم که کانونای شورشی از اونا حمایت میکنن، اینا رو دارن میبینن، خودشون تنها حس نمی کنن برخلاف گذشته، چون رژیم از یه چیزی که استفاده میکرد در مورد بلوچستان و خواسته های اونا همیشه این بود که اونا رو اول ایزوله کنه، کسی ازشون حمایت نکنه، تبلیغات شیطان سازی میکرد، تبلیغات میکرد برایشون، انواع و اقسام تهمت ها و اینا رو بهشون میزد. ولی الان وقت با دیدن این عملیات حمایتی کانونهای شورشی میبینن که تنها نیستند، مخصوصا با همبستگی سراسری هم که هست، اینا به سازمان دادن خودشون پرداختن، الان سازمان یافتن، توان مبارزاتی اونا برای ادامه دادن و استمرار زمانی مبارزه این افزایش پیدا کرده با همین سازمان یافتگی. همینطور میدونن که آزادی به سادگی به دست نمیاد، بنابراین حاضرن هر قیمتی و هر هزینه رو تحمل بکنن، ولی این کار رو ول نکنن. مثلا شما در نظر بگیرید مردمی که در یک حمله حدود 100 نفر از اونا در یک تهاجم وحشیانه پارسال شهید شدن، اینا با ارتقاء مبارزشون باز هم دارن ادامه میدن، یعنی نه تنها ادامه میدن، ارتقاء هم دادن و اونم با یک مشی انقلابی که میراث گرانبهای در مبارزات مردم ایران و الان در خدمت مبارزه مردم بلوچستان و بر علیه رژیم قرار گرفته و داره پیگیری میشه و باید قاعدتا سراسری هم بشه. بله، شما از پیوندهای این قیام با مردم ایران در سراسر ایران گفتید. حالا آیا میشه گفت که قیام بلوچستان یه الگویی هستش برای سراسر ایران؟ خلاصه تأثیر این قیام بلوچستان رو جنبش سراسری مردم ایران چی هستش؟ ببینید، مثل هر پدیده قانونمندی، قیام مردم در یک کشور برای دیکتاتوری و ظلم از یک نقطه آغاز میشه و بلافاصله با یک ریتم منظم به جاهای دیگه سرایت میکنه. این ما در انقلاب ژینا هم دیدیم، در انقلابات دیگه هم دیدیم. اما اون چیزی که پیروزی رو تضمین میکنه استمرار قیامه، خاموش نشدن قیامه و البته همه‌گیر شدن اونه. الان در بلوچستان و به خصوص زاهدان از یک سال پیش شاهد این استمرار هستیم که کم کم از زاویه عملی میتونه الگویی برای سراسر ایران باشه. به اصطلاح بالا پایین شدنهایی بوده در سطح ایران از پارسال تا حالا، ولی این میتونه الگو باشه، یعنی این استمرار که در اونجا هست ما میبینیم دیگه، هیچ وقت قطع نشده از پارسال تا حالا، همینجوری ادامه پیدا کرده. به این صورت رژیم در درگیری دائم قرار میگیره این و به شدت ضعیف میشه، چون سرایت کردن قیام به نقاط دیگه نیروهای سرکوبگر رو تقسیم میکنه، طبیعتا در موضع ضعف قرار میده. الان شاهدیم که حتما خودتون هم در خبراتون گفتید که رژیم از همین زاویه داره کمبودهای مرگاور رو احساس میکنه، فراخوان داده به سپاهیان بازنشسته، یعنی سپاهیایی که کارشون کردن رفتن و بازنشسته هستن، فراخوان داده به اونا که بیان تو سرکوب مردم شرکت بکنن، که این نشانه روشنی از ضعف دستگاه سرکوب که بخشن از استمرار قیام در بلوچستان ناشی میشه و این درس بسیار بزرگ. مختصات دیگه این قیام مستمر در بلوچستان که اونو در مقابل این ویروس های مختلف که هست واکسینه میکنه، همون مواردیه که عرض کردم، مرزبندی با راهبندهایی مثل شاه و شیخ که در قالب شعارهای دهن پر کن و استدلالات واقعا ضد مردمی با دستگاه های تبلیغاتی پرسر و صدا که داریم میبینیم همه جا رو گرفته و خوشبختانه
به گوش این جوانان انقلابی نمیره واقعا، اونا دارن کار خودشون انجام میدن. اونا با رد این گونه ترفندهای رژیم و شرکای خارجیش در شرایط بسیار سختی دارن هزینه میدن از جانشان و قیام رو استمرار میدن، و باز هم یکی از دستاوردهای انقلابی این دوران و انقلاب مردم هست که افق رو روشن میکنه. بله، با تشکر از شما آقای عزیز پاکنژاد که وقتتون رو به ما دادید. البته در این رابطه باید بیشتر هم صحبت کنیم که ایشالا در فرصتهای دیگه. خیلی ممنون و تشکر از شما. منم از شما تشکر میکنم، روزتون بخیر. خواهش میکنم، خدا نگهدار.